حرفه یا جهتی تو زندگیتون هستین، باید بگم که فقط شروع کنین. اصلا مهم نیست از کجا، فقط شروع کنین و از هر جا که هستین تصمیمتون رو بگیرین و شروع کنین، چون هیچ وقت شرایط اونجوری که فکر میکنیم کاملا مهیا نمیشه برای شروع کردن. اگر حرکت نکنیم اون وقته که دوچار رکود میشیم. پس اولین قدم رو برداریم و نگران ادامه مسیر نباشیم. راه ها خودشون پشت سر هم جلومون باز میشن. در علم کوانتوم گفته میشه که توقف و ایستایی رکود رو دنبال خودش میاره و این رکود باعث ضعف و بیماری در انسان، جامعه و در نهایت کل بشریت میشه. تضاد درونی تو انتخاب مسیر، عدم اطمینان به خود، تفاوت‌های فکری با دیگران، همه مسائلی هستن که مانع از انتخاب جهت تو زندگیمون میشن. اما من توصیه میکنم بهتره یک جهتی رو انتخاب کنیم و بریم جلو، قبل از اینکه افت و بی‌حوصلگی سراغمون بیاد. مهم نیست که چه راهی رو داریم میریم، بلکه مهم اینه که راهمون رو در جهت درست پیش ببریم. این نکته خیلی ظریف و حساسه، چون تفکیکشون یکم سخته. میخوام بگم ما هر راهی رو که انتخاب کردیم باید اون راهو درست انجام بدیم و وقتی میتونیم ادعا کنیم که داریم درست انجام میدیم که هماهنگ با شخصیت، محیط و درکمون از عالم انجام بدیم. وقتی ما با این هماهنگی حرکت کنیم راه درست به ما نشون داده میشه. یعنی حتی وقتی ظاهرا راهو اشتباه رفته باشیم این موضوع واضح میشه و شما میتونید راه درست رو پیدا کنید، در حالی که حالا صاحب تجربه هم شدیم. نتیجه اراده و حرکت موفقیته که با خواست و اراده معبودمون امکان پذیره. به نتیجه اصلا وابسته نباشین. برین جلو تا مسیر درست براتون روشن بشه. مثل ماشینی که در حال حرکت تو جاده‌ای در شبه و فقط چند متر جلوتر رو با نور ماشین میتونه ببینه. ولی تنها این حرکت ماشینی که مرتب اونو جلو میبره و میتونه به راهش ادامه بده و به مقصدش برسه. ما ها همه در هر لحظه‌ای در یک فرکانسی هستیم و در هر فرکانسی که هستیم چیزایی رو به سمت خودمون جذب میکنیم که اونا هم در بازه فرکانسمون هستن. حرکت با موفقیت در یک فرکانس هستن. شما در هر لحظه ای از خودتون بپرسین آیا اطرافیانم رو زندگی من تا چه حد تأثیر گذار بودن؟ آیا اونها آدمایی هستن که تحرک دارن یا نه؟ اگر اینطور نیست و تنها در حد حرف زدن پیش میرن و عملی از اونا دیده نمیشه، وقتشه که فکری به حال محیط اطرافتون و آدمهای درونش بکنین و با تغییر محیط افکار تازه و ایده های جدید رو وارد زندگیتون بکنین. اینجوری فرکانس خودمون رو هم عوض میکنیم تا آدمهای جدید رو به سمت خودمون جذب کنیم. حتما میگین چطور؟ با تغییر محل زندگی، با شنیدن عقاید تازه و متفاوت، با اون چیزایی که ما اصلا عادت به شنیدنشون نداریم، با مسافرت به مکانهای جدید، حتی خوندن کتابهای تازه و متفاوت و آشنایی با افکار جدید. حرکت یعنی همین. مطمئن باشین که تو فرکانس حرکت و پیشرفت قرار میگیرید اگر درهای نارضایتی و شکایت رو ببندید. نارضایتی و شکایت صفات اونایی که میخوان مسئولیت زندگی رو به عهده نگیرن. فرکانس حرکت فقط با رضایت و شاکر بودن همراستاست، چون هر دری که باز یا بسته میشه به عنوان حرکت دیده میشه و حرکت مثبته، یه موهبته. فقط وقتی دچار گرفتاری و مشکلات میشیم که به نتیجه خاصی وابسته باشیم، مثل چراغی که نیاز ما از اون نور و روشناییه. ظاهر چراغ تأثیری به حال ما نداره. نور با هر شکلی که چراغ داشته باشه میتونه وارد زندگی ما بشه. پس تعلق به ظاهر چراغ بیهوده هست و تنها نیاز ما از اون نوره. تو برنامه بعد این موضوع رو بیشتر با هم باز میکنیم.